ما فهمیدیم بقیه همه همه جورن کار میکنن، کار کردن عیب نداره که. وقتی فکر میکنی یک شبه بیت کوین میخوای پولدار میشی، فکر میکنی تو یک شبه میخوای نویسنده مشهور بشی، ما آقا ما میخوایم آقا هنرمند مشهور میخوای بشی، یه شبه میخوای هنرمند بشی، باید برید خاک بخورید مملکت همینجور تو بشینه دعا کنیم، باید پاشید بزنید سیده تازی که میشینه به زن تو توهین میکنه به ولاد اون، بعدم با اون شکمش میشینه رو صندلی بزنید. مجید امانی، مجید امانی قهرمان سال 2000 رفته قهرمان المپیک میشه، مدال طلا میگیره، مدال طلاش دیروز رفته خونه آقای گلپا تقدیم به گلپا کرد. میگذرد عشق مردم به استاد گلپا فوزونی دارد، کاهشی نداره. هرگاه با استاد گفتگو میکنم من حاوی یک پیام نو و جدید هست. استاد اکبر گلپایگانی از مهر مردم سرزمین آریایی و این حنجر طلایی. همین پریروز آقای مجید امانی قهرمان پرورش اندام، مدال طلایی سال 2017 خودش رو رفته خونه استاد گلپایگانی و با حضور ورزشکاران نازنین مثل وحید اکبرزاده و هنرمندان نازنینی چون جلیل اندلیبی و پیشکش کرده به استاد اکبر گلپایگانی مدال طلای خودشو. این قهرمان مجید جان سپاسگزار تیم برود به استاد گلپا. اینو همه برای دشمن یه خشم بیمونه، یه خوابیده که بر ما یاد شده یک قهرمان جهانی بیاد و همه ما افتخار کنیم که این مدال رو تقدیم کسی بکنیم که تو خونت بیبدیل بوده و در کنار ورزش از جوانی اگه هرچه دیده باشید هم در بدنسازی هم در فوتبال و در آخرش یک گل قشنگ و خوب جهانی بشه که همه ما امروز گرد وجودش جمع شیم و مدال رو تقدیمش کنیم و این مدال انشاءالله باشه در این روز قشنگ. خود آقای گلپا فرمودن با تشریفی که شما میکنید انشالله حتم قاعده ورزشی که بدونیم هممون منتظر به هنر میشه و هنر ورزش که ورزشه. فقط خواستم عرض ارادتی کرده باشم، خب سالها ما با صدای شما حالمون خوب شده. مجانی شما خودت هم خبر نداشتی و میلیون ها نفر که صبح تا شب ممکنه با صدای شما صفا کنه، همه ما به نوعی بله به ذکاری میشون چون الان حال خوب چیزیه که پیدا نمیشه، قیمت نداره قیمت. در صورت من هم خودم کمترینم، همین کار کمترین کار ممکن بود. فقط خواستم که همیشه آرزو داشتم که بتونم این تو رویاهای خودم بودم یک کاری شد از عمر ماها کم میشود، به عمر اسطوره‌ای این چنی اضافه میشود، نشدنی. اما خب این با ارزش‌ترین مدالی که من تو این 20 سال سابقه ورزشی بی‌ادبی در حضور آقای طلایی کسب کردم خواستم عرض ارادتی شده باشه. این برنامه رو بایستی پخش کنید به جایی که چرت و پرت‌های وزارت اطلاعات براتون میفرستن، چون میدونم همه تون بر شما. پیوند با سیاوش اوستا